Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiri sure-i Fajr. In sure dar Makkah-e Mukarrama nozil shude ast va in sure az se chiz sukhan mekunad. Yakum qisse-i ummat-hoye guzashte ki rasulanashon ro payambaran-e Allah ro durugh bindoshtand. Duvvum bayan-e sunnat-e Allah subhanahu va ta'ala dar balaye ki ba bandagan nozil meshavad. سوم آخرت و احوال آن الله سبحانه و تعالی می فرماید قسم به صبح یعنی به بامداد قسم یاد میکنم که با روشنی خود جهان را زیر پوشش قرار میدهد با درخشش خود کائنات را فرا می گیرد و با نورش دنیا را روشنی می بخشد و به شبهای دهگانه یعنی به شبهای دهگانه ذوالحجه قسم یاد می نماییم که زمانی بزرگ داشتن آن است عملهای خیر در آن بسیار انجام می گیرد و وقتی انجام کارها و مناسک حج تعیین شده است و به جفت و تاق هر موجوداتی که زاید می شود دارای همسر است اما آن که زاید نمی شود تنها است و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم و به شب چون بگذرد یعنی به شب قسم یاد میکنم آنگاه که تاریکی خود را میگذارد و سیاهیش را نابود میکند تا روز فرا رسد و در رفتن شب روشنی صبح نشانه است که قدرت حق تعالی را به نمایش میگذارد آیا در این مقدمه برای صاحب خیرت سوگند معتبر است؟ آیا قسمی که به این مخلوقات یا نمودن برای کسی که عقل دارن کافی و شافی است تا آنان را به سوی راستی و درستی امری که بر آنها سوگند یاد کردم راهنمایی کند الم تر کیف فعل ربک بعاد آیا ندانستی که پروردگارت به قبیله عاد یعنی قوم هود چی کرد آنگاه که آنان را به باد سخت عذاب نمود و با هلاکت نابودشان کرد در حالی که از کافران مکه نیرومندتر بودند بنابراین هلاک این کافران آسانتر است ارم ذات العماد که ارم باشد صاحب قدهای بلند یعنی آنان که صاحب شهر بزرگ یا ساختمانهای بلند بناهای سربلفلک کشیده این شهر در نزدیکی شهر عدن بوده باشد که همانند آن در هیچ یک از شهرها آفریده نشده است یعنی شهری که تا اکنون مانند بنای عجیب شکل غریب نیرومندی مردم بسیاری مالها و مستحکم بودن بناهایش به وجود نیامده است و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و با ثموده که سنگها را در وادی قرا تراشیده بودند یعنی قبیله ثمود را هلاک ساختیم آنان که سنگها را در دره های خود می بریدند و از آن ساختمان بنا می ساختند اما آنگاه که هلاکشان ساختیم قوتی که داشتن هلاکت را از آنان باز نداشت و فرعون ذی الاوتاد و با فرعون صاحب میخ ها یعنی فرعون را با میخ های بزرگ و لشکر ستیزه اش هلاک نمودیم و بناهای او را که در سبات استوار و بلند بودند که به مانند کوه بود نابود کردیم
همان کسانی که در شهرها سرکشی کردند، یعنی این قوم ها بر مخلوقات الله بیش از حد ستم را روا دانستند، در گناهان اسراف نمودند، خونهای حرام را ریختند و در نتیجه مستحق چنین عذاب شدند. و در آنها بسیار به گناه پرداختند، یعنی در شهرها به فساد زیاد چون دروغ پنداشتن و روگرداندن، ظلم کردن و دور ساختن مردم و ضرر رساندن به عبادت ها دست زدند. فصب علیهم ربک سوط عذاب، در نتیجه پروردگارت آنان را به نوهای عذاب گرفتار ساخت، یعنی الله سبحانه و تعالی بر آنها عذابهای دردآور، عذاب سخت و مجازات با هیبت را حواله کرد، چنان هلاکشان ساخت و دیار آنان را نابود نمود. این ربک لبالمرصاد، همانا پروردگار تو به کمینگاه است، یعنی براستی که پروردگار در کمین اعمال بدکاران است و افعال کافران را مراقبت دارد و بعد آنان را در دنیا تباه می سازد و در آخرت به آتش عذاب می دهد.